سرخط خبرها و مهمترین ها. لاوروف در کنفرانس کشورهای همسایه افغانستان شرکت می نماید. اصول طالبانی دانشگاه بلخ در جلساتی که خیلی ضروری نباشد استادان زن دعوت نشوند. زلنسکی: همسایگان روسیه در خطر هستند. و همچنان در پایان خوشحال کننده ترین رویداد امشب. مشروع خبرها، گزارش از روزنامه اسپوتنیک روسیه. وزارت خارجه روسیه خبر داد که وزیر خارجه روسیه در کنفرانس کشورهای همسایه افغانستان در چین شرکت می کند. با گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشته است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تاریخ 31 مارچ در کنفرانس وزیران کشورهای همسایه افغانستان که قرار است در چین برگزار گردد اشتراک می نماید. زاخاروا تای کنفرانس مطبوعاتی گفت به تاریخ 31 ماه مارچ 3 ملاقات وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان دایر می‌گردد که در آن هیئت روسیه تحت قیادت سرگی لاوروف نیز شرکت می‌نماید. با گفته وی در جریان کنفرانس قرار است بین وزیران کشورهای همسایه افغانستان با هیئت طالبان که تحت تحریم‌های ملل متحد به خاطر فعالیت‌های تروریستی قرار دارد صحبت‌های صورت خواهد گرفت. اصول طالبانی دانشگاه بلخ در جلساتی که خیلی ضروری نباشد استادان زن دعوت نشوند. مقام‌های طالبان در ولایت بلخ گفتند که در جلساتی که زیاد مهم نباشد استادان زن دعوت نشوند و پوشیدن دریشی را نیز ممنوع اعلام کردند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز، مکتوبی از دانشگاه بلخ که به دست رسانه قرار گرفته است آمده است که در جلساتی که خیلی ضروری نباشد استادان زن دعوت نشوند. در این مکتوب نیز آمده است که دانشجویان حجاب اسلامی را مراعات کنند و از پوشیدن چادرهای رنگه خودداری کنند. در این مکتوب همچنین ذکر شده است پوشیدن دریشی ممنوع است و دانشجویان اجازه ندارند که از تلفن‌های کمره‌دار در داخل دانشگاه استفاده کنند. طالبان در دانشگاه بلخ همچنان هشدار دادند که با دختران در صنف و اداره کسی حق گپ زدن و استاد شدن را ندارد. دانش آموزان به این تصمیم واکنش نشان داده و می گویند که این تصمیم طالبان توهین به جامعه اکادمیک افغانستان است. این در حالی است که روز گذشته طالبان درهای مکاتب دخترانه را در سراسر افغانستان بسته نگه داشتند. نزدیکان مارشال دوستم چنین گزارش می دهند: مارشال عبدالرشید دوستم تا 3 روز آینده وارد ازبکستان بعد به افغانستان خواهد شد. زلنسکی: همسایگان روسیه در خطر هستند. گزارش از صدای امریکا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی به قانونگذاران سیویدی هشدار داد که روسیه آزادی را در اروپا از بین میبرد و خطر برای همسایگان خود است. رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه 24 مارچ به پارلمان سویدن گفت اگر اوکراین تاب نمی آورد و از خود محافظت نمی کرد به این معنا می بود که همه همسایگان روسیه از این پس در خطر هستند. آقای زلنسکی در ادامه افزود روسیه علیه اوکراین وارد جنگ شد زیرا آنان می خواهند در اروپا بیشتر پیشروی کنند. آنان می خواهند آزادی را در اروپا از بین ببرند. او با بیان این که این تهاجم یک چالش اساسی برای سیستم امنیتی و دفاعی اروپا است از اروپا خواست تا تحریم‌های سخت را بر روسیه وضع کنند. او به سویدن هشدار داد که روسیه به جزیره کودلند این کشور در دریای بالتیک چشم دوخته است. کودلند یکی از بزرگترین جزایر سویدن می باشد که کاملا در دریای بالتیک قرار دارد. سویدن پایگاه نظامی خود را در گودلند که در سال 2004 مسدود شده بود پس از الحاق کریمیه به روسیه دوباره در سال 2018 بازگشایی کرد. زلنسکی گفت این بدان معنا است که شما در خطر هستید زیرا این تنها دریا است که شما و این سیاست تهاجمی را از هم جدا می کند. او افزود که روسها از قبل در مورد اشغال این جزیره صحبت می کنند و فکر می کنند که قرار دادن سیستم های دفاعی در آنجا برای پیشروی آنان در بالتیک کمک خواهد کرد. سویدن رسما در زمان صلح از نظر نظامی غیر متحد و در زمان جنگ بی‌طرف است. این کشور عضو ناتو نیست اما نزدیک به 30 سال شریک این ائتلاف بوده است. در پایان جنگ سرد سویدن هزینه های نظامی خود را کاهش داد اما پس از الحاق شبکه جزیره کریمیه
و روسیه در سال 2014 دوباره به سرمایه گذاری در سکتور دفاعی خود آغاز کرد. زلنسکی از اینکه سویدن موقف تاریخی خیش را تغییر داده و 5000 راکت زره تانک به اوکراین کمک کرد ابراز امتنان کرد. حمایت از عضویت در ناتو در سویدن پس از تهاجم روسیه به شدت افزایش یافته است، اما مگدالینا اندرسن صدر اعظم این کشور تاکنون این ایده را رد کرده است و میگوید که پیوستن به این ائتلاف شمال اروپا را با خطر بی‌ثباتی مواجه می‌سازد. رئیس جمهور اوکراین که هفته‌های اخیر چندین بار از طریق آنلاین در پارلمان‌های کشورهای مختلف سخنرانی کرده، اواخر روز پنجشنبه در نشست فوق‌العاده ناتو نیز سخنرانی کرد. ناتو از زلنسکی دعوت کرده که تا در نشست ویژه این پیمان سخنرانی کند. گزارش از صدای آمریکا. یک مقام ناتو روز سه شنبه 22 مارچ گفت که این پیمان نظامی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دعوت کرده است تا در نشست ویژه پیمان اتلانتیک شمالی در مورد تهاجم نظامی بر روسیه سخنرانی کند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام ناتو که نام از وی نبرده گزارش داده است که آقای زلنسکی از طریق ویدیو کنفرانس در نشست روز پنجشنبه 24 مارچ سخنرانی خواهد کرد. فرانس پرس از قول این مقام ناتو گفته بود که رهبران متحدین کیف فرصت خواهند داشت تا به صورت مستقیم از رئیس جمهور زلنسکی در مورد اوضاع وخیم که مردم آن کشور به دلیل تهاجم نظامی روسیه با آن مواجهند بشنوند. سرگی نیکیفوروف سخنگوی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته است که آقای زلنسکی در نشست سران ناتو در مورد تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین و وضعیت موجود در آن کشور سخنرانی خواهد کرد. خبرگزاری انترفاکس اوکراین که مقر اصلی آن در کییف است از قول نیکیفوروف گزارش داده است که رئیس جمهور زلنسکی در جستجوی کمک رهبران ناتو خواهد بود تا تهاجم نظامی روسیه بر کشورش پایان یابد و این کمک ها می تواند به اشکال مختلف صورت بگیرد، به شمول این که حریم هوایی اوکراین را ببندید، سیستم های دفاع هوایی و هوانوردی قوی را در اختیار اوکراین قرار بدهید. مقام های ناتو گفتند که اعضای این پیمان نظامی با فراهم آوری تجهیزات نظامی مهم برای اوکراین کمک میکنند تا از خود در برابر این تهاجم نظامی دفاع کند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام ناتو گزارش داده است که متحدین ناتو و اوکراین در نشست هفته جاری همچنین در مورد این صحبت خواهد کرد که متحدین ناتو برای تقویت اوکراین چی کار می تواند انجام بدهند. نشست سران ناتو همزمان با نشست G7 یا 7 اقتصاد برتر جهان و نشست اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. جزئیات این خبر در ویدئوی دیگر تکمیل می شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.